یک استقلال خوزستان رو برد، هم در رده چهارم ایستاده. فولاد خوزستان که در لیگ دوم است، امروز در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی پرسپولیس را از سر راه برداشت. در ورزشگاه قدیر احواز برای فولاد که از دقیقه چهار از میزبانش یکی چقب افتاده بود، بختیار رحمانی در دقیقه 57 گل مساوی را زد. نتیجه مساوی تا پایان وقت اضافی حفظ شد و در ضربات پنالتی پرسپولیسی ها سه پنالتی پی در پی را خراب کردند تا فولاد در مجموع با نتیجه 4-1 راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. محمد تقوی بازیکن سابق استقلال تهران و تیم ملی ایران از بیرمنگام با ما. آقای تقوی، شما در استقلال بازی میکردید، از بازی استقلال و ذوب‌آهن شروع بکنیم. استقلال خیلی خوب بازی نکرده ولی به هر حال به صدر جدول رسید. من اعتقاد دارم امروز ذوب‌آهن یه روز خیلی خوبی داشت. ذوب‌آهن حتی تو بازی قبلی که در جام حذفی هم باخت به استقلال روز خوبی داشت. امروز استقلال نیمه اول خصوصا خیلی بد بود، کلا امروز روز ضعیف استقلال بود. اما یه نکته‌ای که باعث شد استقلال با تمام مشکلاتی که الان داره، بازیکناش رفتن مصدوم میشن، ما امروز دیدیم خسرو در دقیقه همون نیمه اول از بازی میره بیرون، این مشکلاتی که امیر قلعه‌ای داره، اما خوشبختانه یا میتونیم بگیم اون چیزی که کمک کرده به استقلال تو این شرایط که بتونه خودش حفظ کنه، اون رویه شکست ناپذیریه. بازیکن استقلال نمیخوان ببازن، بازیکن استقلال حتی روز بعدشون تا دقیقه آخر بازی تلاش میکنن که نبازن. به نظر من این رویه باعث شده که استقلال تونسته خودش رو تو جدول تو این کورس تو، یعنی در واقع تو مقام اول نگه داره. اما مشکلی که استقلال اصلا خیلی وقت باهاش صحبت میشه اینه که چرا استقلال نیمکتش خالیه. خب این سری بازیکن‌ها رفتن، این سری بازیکن‌ها مصدوم شدن، چرا از بازیکن‌های پایه تیم اضافه نمیشه به این تیم؟ اگر این بازیکن در حد تیم نیستن، خب چرا سرمایه‌گذاری نمیشه؟ اگر هستن چرا استفاده نمیشه؟ ما می‌بینیم تیم سپاهان هم همین بحران براش پیش میاد، ولی بازیکن مثل مهدی شریفی که تو 6 بازی تونسته گل زنی کنه، یا آقای امیررضا کریمی، علی کریمی میان به کمک سپاهان، و سپاهانی که حدودی من میتونم بگم نه تنها از مدعی قهرمانی دور شده بود، بلکه حتی ما شک داشتیم که بتونه سهمیه آسیایی بگیره. اما الان میبینید سپاهان برگشت به عنوان مدعی اصلی قهرمانی. من چند وقت پیش داشتم با مسئول تیم جوانان استقلال صحبت میکنم، آقای اصغرخانی، خیلی عجیب بود برای من کل هزینه های تیم های پایه استقلال به اندازه یه بازیکن دستمزد یه بازیکن سالانه استقلال نیست. به نظر من با استقلال توی این مسئله حتما یه مروری بکنه که برای سال آینده مشکل رو نداشته باشه. پرسپولیس سه تا پنالتی رو هدر داد، واقعا جالب پس. ولی خب در بازی با فولاد همچنان مساوی بود، از کجا ضربه خورد؟ به نظر من دیگه پنالتی شرایطی که نمیشه گفت کدوم تیم حقشه کدوم سزاوار شکسته. این اتفاق میفته، ما دیدیم وقتیش برای منچستر یونایتد هم اتفاق افتاد، 4 پنالتی از دست دادن. اما به نظر من صرف نظر اینکه فولاد یکی از بهترین تیم‌های حال حاضر فوتبال ماست، یعنی فولاد به نظر من تنها تیمی که داره حد استاندارد بازی میکنه. 50% از بازیکن‌های تیم فولاد بازیکنایی هستن که از تیم پایه به این تیم اضافه شدن. اما نکته‌ای که به نظر من امروز عجیب بود برای من این بود که پرسپولیس بازی رفتم یکی از فولاد جلو بود، این بازی هم یکی جلو بود. وقتی که آلیشا از زمین میاد بیرون، حالا نمیدونم مصدوم بود هر دلیلی داشت، مرداد پولادی من خیلی خوشحال شدم که برگشت، اما متأسفانه دوباره مصدوم شد و امیدوارم که مصدومیت شدید نباشه. وقتی پولادی میاد بیرون، ما میبینیم که اینجا یه تعویض به نظر من تعویض اشتباهی بود. البته میگم اینجا ما نشستیم بعد بازی صحبت میکنیم، اما در اون مقطع مربی تصمیم میگیره. من فکر میکنم که اون تعویض اشتباه بود، همون تعویض موجب شد که وقتی سید سالی میاد تو زمین اصلا مونمون هافک نمیتونه بازی کنه، جریان بازی کلا میره به سمت فولاد. فولاد تو همون شرایط کل بازی رو میره، گل مساوی رو هم میزنه. علی دایی دیر میفهمه که مشکلش کجاست، که وقتی خلد بری میاد تو زمین بازی دوباره تعادل میشه، یعنی یه شرایطی پیش میاد که حتی میتونه پرسپولیس بازی رو ببره. همون چند دقیقه‌ای که به نظر من تعویض اشتباهی که پیش اومد باعث شد که پرسپولیس این بازی رو امروز واگذار کنه. به امتیازهای استقلال و فولاد و ذوب‌آهن و اینها که نگاه میکنیم، به نظر میاد که صدر جدول خیلی خیلی فشرده است و امتیازها خیلی به هم نزدیکه. خیلی نزدیکه. ببینید الان شرایط فنی استقلال اصلا امیدوارکننده نیست، این تیم مشکلات زیادی داره. اما بازم میگم اون رویه‌ای که میتونه به استقلال کمک کنه ممکنه تو بازی‌های آینده کمک کنه. اگر استقلال بازیکن‌های مصدومش برگردن، البته دوباره متعنشم به استقلالی بودم، من فکر می‌کنم باز استقلال شانس اوله داره. اما فولاد نشون دادی که فولاد سال گذشته نیست. فولاد سال گذشته کم تجربه بود، امسال نه، اون تجربه به دست آورده. و سپاهان که به نظر من خیلی خوب تونست خودش جمع کنه، تو این سه تا تیم من فکر می‌کنم باید قهرمان پیدا کنیم. ممنونم از محمد تقوی، بازیکن سابق استقلال تهران و همینطور تیم ملی ایران از بیرمنگام با ما. در دور چهارم